سلام به شما دوستان عزیز. بازدید و لایک کردن های شما از کانال لطفعلی خان زند انگیزه ما رو توی ساخت ویدیوهای جدید با موضوعات مختلف بالا میبره. همکنون نیز همراه ما باشید. انتخاب شاه دخت نور پهلوی به عنوان ولیعهد به چه معناست؟ شهبانو فرح پهلوی در مصاحبه‌ای با روزنامه ایتالیایی لیبرو از آمادگی خود برای بازگشت به ایران و احیای سلطنت پهلوی به درخواست مردم ایران سخن گفته است. بازگشت سلطنت پهلوی و براندازی جمهوری اسلامی مسئله جدیدی در ادبیات طرفداران سلطنت و خاندان پهلوی نیست، اما آنچه بیشتر از هر چیزی در این مصاحبه جدید به نظر می رسید، معرفی فرزند ارشد شاهزاده رضا پهلوی، شاه دخت نور پهلوی به عنوان ولیعهد در صورت بازگشت سلطنت به ایران بود. شهبانو فرح پهلوی هیچگاه بدین صراحت از یک آینده سلطنتی پهلوی برای ایران سخن نگفته و شخص دیگری در رابطه با سلطنت پهلوی به غیر از فرزند 62 سالش از طرف او مطرح نشده بود. یادداشت پیش رو تلاشی است حقوقی تاریخی در راستای فهم مبانی حقوقی امکان ولیعهدی نور پهلوی. بیایید فرض کنیم انقلابی در ایران رخ نداده است. محمد رضا شاه از دنیا رفته و ولیعهد به سن قانونی 20 سالگی برای تصدی مستقل شاهنشاهی پهلوی بر اساس متمم و اصلاحیه های قانون اساسی مشروطه ایران و تفاسیرش رسیده است. باز هم فرض می کنیم همه چیز بر همین روال پیش رفته و ولیعهد جوان در سال 1365 با یاسمین اعتماد امینی ازدواج کرده و اولین فرزند او در سال 1371 متولد می شود. همه نگاه ها به سرنوشت سلطنت در ایران دوخته شده. تولد فرزند دختر باعث خوشحالی و جشنها و شادمانیهایی خواهد شد. اما استراب شاه جوان تازه شروع می شود. استراب شاه اما زمانی بیشتر می شود که تولد دو دختر دیگر خود در سالهای 1372 و 1382 را جشن می گیرد. فرزند ذکوری که بر اساس نص صریح قانون اساسی مشروطه و اصلاحیه های آن یک انتقال قدرت بی دغدغه و آسان را به ارمغان بیاورد وجود ندارد. شاه ایران که آرام آرام پا به 60 سالگی می گذارد باید چاره ای بیندیشد. پدر و عمویش در آغاز ششمین دهه زندگی در اثر بیماری کم و بیش مشابه از دنیا رفتند. دهه ششم زندگی یادآور اتفاقات خوبی در ذهن خاندان پهلوی نیست. پس باید چاره‌ای بیندیشد تا تاج و تخت را در خانواده خود محفوظ دارد. او چگونه میتواند دختر ارشد خود را به ولیعهدی برساند؟ پسر اکبر خاندان سلطنت یا پیشنهاد شاه. عصر 37 متمم قانون اساسی مورخ 29 شعبان 1324 قمری اولاد پسر اکبر شاه را وارث تاج و تخت شاه می دانست. اما برای فقدان اولاد ذکور شاه تمهیدی اندیشیده بود. بر اساس این قانون، در صورتی که شاهی اولاد پسر نداشته باشد، پیرترین فرد مذکر خاندان سلطنت با رعایت نزدیکی نسبی با شاه ولیعهد خواهد شد و در صورت تولد فرزندی پسر در زمان ولیعهدی اکبر خاندان سلطنت، حق ولیعهدی شخص مذکور ساقط خواهد شد. ولایت عهد در صورت تعدد اولاد به پسر اکبر پادشاه
که مادرش ایرانی الاصل و شاهزاده باشد می رسد. و در صورتی که برای پادشاه اولاد ذکور نباشد، اکبر خاندان سلطنت با رعایت اقرب الفقرب به رتبه ولایت عهد نائل می شود و هرگاه در صورت مفروضه فوق اولاد ذکوری برای پادشاه به وجود آید، حقاً ولایت عهد به او خواهد رسید. اصلاحیه قانون اساسی مصوب مجلس مؤسسان مورخ 21 آذر 1304 که موجبات القای سلطنت قاجار و به تخت نشستن پدر بزرگ شاه داستان ما را به همراه داشت، در این میان بیش از هر چیز دیگری به فریاد او می رسید. مجلس مؤسسان عصر 37 قانون مشروطه را ملغا و با عصر 37 جدید به این شرح جایگزین کرده بود. ولایت عهد با پسر بزرگتر پادشاه که مادرش ایرانی الاصل باشد خواهد بود، در صورتی که پادشاه اولاد ذکور نداشته باشد، تعیین ولی عهد بر حسب پیشنهاد شاه و تصویب مجلس شورای ملی به عمل خواهد آمد، مشروط بر آن که آن ولیعهد از خانواده قاجار نباشد، ولی در هر موقعی که پسری برای پادشاه به وجود آید، حقاً ولایت عهد با او خواهد بود. برخلاف اصل ملغا شده متمم قانون اساسی که با بکار بردن صفت تفصیلی مذکر اکبر جنسیت ولیعهد را به مرد بودن محدود کرده بود، حذف این صفت و عدم اشاره به لزوم مذکر بودن ولیعهد در مصوبه مجلس مؤسسان، البته در صورتی که شاه فرزند پسری نداشته باشد، به نوعی دست شاه را در انتخاب ولیعهد از میان زنان باز گذاشته است. از سوی دیگر اما عصر 36 اصلاح شده در سال 1304 سلطنت مشروطه ایران را به شخص رضا شاه پهلوی تفویض و در بازماندگان مرد رضا شاه برقرار می کند. تعارضی که بین این دو عصر وجود دارد قطعاً تفاسیر حقوقی متناقضی را نیز در پی خواهد داشت. اینکه آیا عصر 37 مانند استثنایی برای عصر 36 در نظر گرفته شود و انتخاب ولی عهد زن را مجاز بداند و یا عصر 36 را به عنوان قاعده ای اعم در نظر بگیریم که عصر متعاقب را نیز شامل می شود و انتخاب شاه را به عناصر ذکور محدود می کند، تنها دو نمونه ساده از تفاسیر حقوقی قابل تصور خواهند بود. نکته دیگر، لزوم مراجعه شاه به نظر و تصویب مجلس شورای ملی است. بر این اساس، حتی اگر شاه یکی از دخترانش را برای ولیعهدی در نظر بگیرد، مجلس شورای ملی طبق این اصل شرایط و صلاحیت قانونی برای رد پیشنهاد شاه را دارد. یک راه برد قدیمی، قانون را عوض می کنیم. با این همه بعید به نظر می رسید مجلسی که شاه بر اساس اصلاحات اعمال شده ی سال 1328 بر قانون اساسی مشروطه اختیار منحل کردن آن را در اختیار دارد، با پیشنهاد شاه مخالفت کند. در مورد تفاسیر قانونی هم یحتمل نظر یکی از مجلسین سنا و شورای ملی اتخاذ خواهد شد. و باز هم با توجه به اختیارات شاه تفسیر نهایی به نفع پیشنهاد شاه اعمال می شود. صرف نظر از این همه نحوه برخورد شاهان پهلوی با محدودیت هایی که قانون اساسی مشروطه و متممش برای آنها به وجود می آورده، نشان می‌دهد تغییر و اصلاح قانون اصولاً راه حلی معمول برای رفع این محدودیت‌ها بوده است. مهمترین مثال برای چنین تغییرها و تفسیرهای رادیکالی در قانون اساسی مشروطه در ارتباط با ازدواج محمد رضا شاه با ملک فوزیه دختر فؤاد یکم و خواهر ملک فاروق پادشاه مصر
قابل مشاهده است.